অত অগt بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز امیدوارم که حالتان خوب باشد و جانتان جور و صحتمند باشید عزیزان قند به درس زبان و ادبیات دری خوش آمدید درس امروز ما در جلسه چهارم است در سمان که میدانید عنوانش بشر و در قسمت دوم همین بخش دوستان میخوایم در مورد اسمهای خاص و اسمهای عام برای شما توضیحاتی وارد خب دوستان عزیز قند همراه ما باشید عزیزان قبل از اینکه وارد درس بشیم سامانه ارتباطی ما را فراموش نکنید هر نوع کار خانگی انتقاد پیشنهاد داشتید برای ما ارسال بکنید 0 964 780 255 1340 این سامانه ارتباطی است که می توانید هر گونه پیشنهادات، انتقاد و کار خانگی را برای ما ارسال بکنید دوستان قبل از اینکه وارد درس جدید شیم یک سر سمت پای تختم می رویم کار خانگی جلسه قبل را حل می کنیم و بعد در خدمت شما خواهیم بود خب دوستان عزیز در جلسه قبلی برای تان کار خانگی دادیم گفتیم کلمه های زیرا در جمله مناسب به کار ببرید و در کتابچه خودتان بنویسید یکی از مهارتهایی که بسیار بسیار مهم است در زبان و ادبیات دری بحث جمله سازی است یکان کلمه مشخص در شما داده می شود که برای او یک جمله بسیار قشنگ و زیبا درست کنید خب کلمات ما چیست دوستان؟ امانت، زاهد، باقی، انار خب برای کلمه امانت میخوایم یک جمله بسازیم چه میگوییم؟ میگوییم مثلا این کتاب امانت است این یک جمله برای کلمه امانت خب کلمه بعدی زاهد است برای زاهد میخوایم یک جمله بسازیم کلمه زاهد به معنای پرهیزگار به معنای انسان با خدا انسان با ایمان میگوییم که زاهد در راه خدا قدم بر می دارد زاهد در راه خدا قدم بر می دارد باغ انار باغ انار دوستان همان که گفتیم اگر جلسه قبلی در خاطرتان باشد داستان ابراهیم ادهم بود که از در واقع کتاب عطار نشابوری برایتان خوانده شد باغ انار پدرم باغ انار دارد پدرم باغ انار دارد این هم یک جمله برای باغ انار دوستان که برای شما بیان شد و گفته شد خب حتما دوستان جمله سازی را کار کنید یگان مهارت بسیار بسیار مهم و اساسی در حوزه ادبیات و زبان دری بحث جمله سازی است که می تواند این مهارت را در شما تقویت کند و در حوزه نویسندگی داستان نویسی بسیار بسیار برای شما کاربرد داره خب دوستان وارد مانیتور شویم درس جدید را باز کنیم و در مورد درس جدید توضیحاتی ارائه دهیم خب درس جدید ما چی میگوید دوستان در درس جدید ما میخواییم در مورد یکی از انواع حوزه اجتماعیات برایتان توضیحاتی ارائه دهیم تحت عنوان بشردوسی یا نودوسی اولا گفته می که انسان یک موجود اجتماعی است همه حیوان ها اگر نگاه کنید دوستان یا فردی زندگی می یا انفرادی زندگی می کند و یا هم اجتماعی زندگی می و به صورت گروهی است ولی انسان ذاتا بعضی اعتقاد دارن بعضی اعتقاد دارن انسان ذاتا موجود اجتماعی است بعضی ها نه انسان در واقع در مسیر یادگیری اجتماعی زندگی کردن را یاد می نقش اجتماعی انسان در برابر جامعه و تقویت حس بشر تبارز می کند انسان ها یک از چیزهایی که در اجتماع دارن به عنوان یک موجود اجتماعی گفته می نقش اجتماعی نقش اجتماعی در واقع دو بعد دارد دو شاخصه دارد یک تکلیف دارد و یک حقوق دارد اگر شما یک نقش را بر عهده بگیرید از اون طرف دیگه یک حقوقی دارد یک مزایایی دارد یک حقی دارد و در کنارش یک سری تکالیفی نیست برای شما مشخص می شد. انسان وقتی در داخل جامعه زندگی می کند دوستان باید این حقوق این تکلیف را رعایت سازد انسان ها فارق از دین و مذهب و نژاد و رنگ و غیره در واقع دارای یک حق مساوی و برابر در جامعه هستند در داخل جامعه ما ملیت اقوام مختلف داریم ازاره، اوزبک پشتون ارزم به حضور شما در واقع تاجیک و اقوام بسیار بسیار متعددی که در زمره اقوامی هستند که از نظر نفوس شاید کمتر در جامعه باشند ولی از نظر حقوق انسانی عدالت اجتماعی باید در سطح برابر و برادری باشند که همه از یک حقوق مساوی برخوردار باشند میبینیم که دین اسلام نیست همه ما را دعوت میکند به اخوت و برادری همه ما ها با هم برابر هستیم و برادر هستیم وقتی برادر باشیم یعنی از حقوقی در واقع برخوردار هستیم که مساوی و برابر است پیامبرم مکرم اسلام در یک حدیثی میفرمایند مسلمان در مهربانی با یک دیگر مانند اندام های یک پیکر هستند که هرگاه عضوی بدرد آید عضوهای دیگر هم بدرد نیاید چه حدیث زیبایی اگر یک عضو در جامعه به درد آید دیگر عضوا هم به درد می آید سعدی شیرازی دوستان همی سخن و حدیث پیامبر مکرم اسلام را در قالب یک شعر بسیار زیبا بیان کرده است اشان چی میگوید؟ گوید, می گوید بنی آدم اعضای یک دیگرند که در آفرینش زیگ گوهرند چو عضوی بدر داورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار تو که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامت نهند آدمی نگاه کنید دوستان این شعر بسیار زبار ایشان بیان میکند که اگر در جامعه اگر در جامعه یک نفر با عنوان یک عضو وزی جامعه دوچار صدمه شود دوچار غم شود دوچار ناراحتی شود ما انسانها با عنوان افراد موجود در جامعه که مانند عضوهای دیگری همین جامعه هستیم نسبت به او نباید چی باشیم دوستان به تفاوت باشیم همه باید سعی کنیم همه با هم تلاش کنیم همه با هم ممارست کنیم که اون مشکل او فرد را برطرف کنیم خب دوستان در حوزه قواعد دستوری وارد می شویم که در حوزه قواعد دستوری امروز در مورد اسم عام و اسم خاص می خواهیم برای شما توضیحاتی ارائه کنیم خب در جلسه قبل در مورد اسم صحبت کردیم گفتیم اسم یک کلمه مشخصی است یکی از انواع کلمه چون گفتیم کلمه سه نوع است یا اسم است یا فعل است و یا هم حرف است خب حال اسم چیز اسم او کلمه ای است که برای نامیدن یک شخص یا برای نامیدن یک حیوان یا برای نامیدن یک چیز یا به عنوان در واقع نامیدن برای یک نبات مشخص به کار گرفته می شود حال خود اسم ها دو نوع است دوستان یا اسم عام است و یا اسم خاص است خب اسم عام دوستان در تعریف اسم آماده است که آن است که بر افراد همجنس خود شامل شود یعنی بر همه افراد گروه خود دلالت کنند مانند چی؟ مانند انسان، شهر، میوه، مردم و غیره نگاه کنید دوستان پس اسم عام یک اسم عمومی است یک اسمی است که دامنه شمول و دامنه افراد میتواند متعدد باشد مختلف باشد متنوع باشد مثلا نگاه کنید دوستان ما میگیم انسان خب وقتی میگیم انسان یک گروهی است حالا کی میتواند باشد در داخل این گروه انسان میتواند جمشید باشد میتواند نادیا باشد میتواند میرویس باشد میتواند شمسیه باشد و افراد بسیار مختلفی در گروه انسان ها قرار موقعیت دارد یا شهر شهر میتواند چی باشد؟ میتواند بلخ باشد میتواند مزار باشد میتواند کابل باشد میتواند بدخشان باشد میتواند قندهار باشد و و و شهرهای بسیار متفاوت و متنوع در زمره اینها میتواند قرار موقعیت داشته باشد پس اسم عام یک اسمی است که عمومی است برای افراد مختلف برای شهرهای مختلف برای انواع میوجات مختلف به کار گرفته می شود البته این در حالی است که نقطه مقابلش دوستان اسم خاص است در تعریف اسم خاص آمده آن است که بر یک شخص معین و یک چیز خاص دلالت کند برعکس اسم عام که دوستان گفتیم عمومیت دارد شامل خیلی از افراد می شود دامن او بسیار وسیع و گسترده است اسم خاص یک اسمی است که برای یک شخص خاص برای یک چیز خاص دلالت کند نگاه کنید دوستان میگوییم نادیه اگرچه یک پرانتز باز کنیم دوستان یک نکته برای شما گفته شد اسم اشخاص اسم انسان ها اسم آدم ها همه همه چی هستند اسم خاص هستن هر وقت اسم انسانی رو شنیدید دو سال بدانید که او اسم, اسم خاص است درست است که میگویم در کل دنیا ما چند نادیه داریم ممکن است هزاران هزاران انسان باشد هزاران در واقع دختر باشد به نام نادیه ولی وقتی ما میگوییم نادیه منظور ما یک نادیه یک شخص خاصی است یک دختر خاصی است که منظور ما او مد نظر است سعید یک اسم خاص است سنایی ما در دنیا چند سنایی داریم ما در دنیا وقتی صنایع را میگوییم یک صنایع خاص در ذهن ماست یک شاعری که در قرن ششم زندگی میکرده و اشعار بسیار زیبایی دارد اسم شارا اسم شارا اسم ولایت ها همه خاص هستند کابل چند کابل در دنیا وجود دارد یک کابل چند بلخ در دنیا داریم چند قندهار داریم چند ولایت بدخشان داریم نگاه کنید دوستان همه یک دان است پس اسم خاص او اسمی است که بر یک چیز خاص بر یک جای خاص بر یک فرد خاص دلالت کند خب با این تفاصیل دوستان یک کار خانگی متناسب با همین موضوع در جلسه بعد از شما خواستیم چه گفتیم در کلمه های زیر اسم عام و اسم خاص را مشخص کنید و بگویید که کدام یک از اینها در این دسته ها جای می شود. بشر سعدی انار مردم آسیا ابراهیم ادهم شر البته ابراهیم ادهم با هم است دوستان ابراهیم ادهم و شر این کلمات رو دوستان از شما خواستیم که برای ما مشخص کنید که اسم عامش کدام است اسم خاصش کدام است دوستان عزیز گرامی درس امروز ما در پایان رسید خسته نباشید مانده نباشید جلسه امروز را اتمام میکنیم کانال ارتباطی ما راه ارتباطی را فراموش نکنید از طریق ای کانال ارتباطی 20964 780 255 چیل سیزه در واقع هر نوع ارائه نظر پیشنهاد انتقاد ارائه کار خانگی برای ما رو دوستان بفرستید و ما را خوشحال کنید عزیزان قند تا دیدار دیگر شما رو به الله پاک می سفارم خداوندیار و نگهدارتان